خوش آمدین دوستان. صمیمانه به شما خوش آمد میگم و به هر حال توی این هوا شما گزینه‌های خیلی زیادی داشتید. از اینکه اینجا رو انتخاب کردید اومدید. خوشحالم و امیدوارم که گرمای هوا اینجا زیاد اذیتتون نکنه، قابل تحمل باشه. همونطور که میدونید در آغوش برنامه خوندید، بحث ما در رابطه با انتخابات از منظر جامعه. عمار ملکی استاد دانشگاه، استادیار دانشگاه هستم در دانشگاه تیبور. خانم منصوره شجاعی پژوهشگر هستن و فعال حقوق زنان. آقای بهزاد کریمی فعال سیاسی هستن و آقای سهراب رزاقی جامعه شناس. این دوستان قراره که امروز ما بگن که در انتخابات چه اتفاقی افتاد و جامعه چجور عمل کرد در جریان انتخابات. ما از منظر جامعه این مسئله رو بررسی میکنیم و نگاه میکنیم به این که ببینیم از این فرصت انتخاباتی گروه‌های مختلف اجتماعی چگونه تونستن یا اساساً تونستن یا نه استفاده بکنن و در واقع چشم‌انداز چی است. برای اینکه بحث رو شروع بکنیم، من ابتدا از هر یک از دوستان عزیز میخوام که در یک بحث کوتاه حدوداً 3 دقیقه بگن که در واقع این پروسه انتخابات و نتیجه اون چه مسئله‌ای رو برای دوستان روشن کرد و چه شناختی از جامعه به دوستان داد یا چه انتظاراتی رو برآورده کرد یا نکرد. این رو کوتاه بفرمایید، بعد میریم سراغ بحث‌های جزئی تر. آقای رزاقی از شما شروع می‌کنیم. بفرمایید دوستان، هر کدوم یه دونه میکروفون داریم با این حکمه شروع بالا باز چیز باز میشه اگر اشکال نداشته باشه. الان باید کار رو کنیم. شما سلامت می‌کنم. صدا دارم آقای. سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از دوستان همه زمانه که این فرصت را به وجود آوردن با در این باب صحبت میکنم. چطور گفتم مورد انتخابات تحلیل‌های مختلفی ارائه میشد که اگر بخوام یه پیوستار رو ترسیم بکنیم، یک سر پیوستار از جمعه سیاه سخن میگن و از طرف دیگه سر دیگر طیف از حماسه شکومت. اونایی که از جبه سیاه سخن میگن از این زاویه نگاه میکنن که وقتی میبینن که علاوه این که اپوزیسیون 40 سال نزدیک به 40 سال فعالیت کرده و تلاش کرده، اما ثمرش حضور 1 میلیون نفر پای صندوق های رأی هست. از این جهت نگاه میکنن که همون چیزی که کاشته بودن و همون چیزی که زحمت کشیده بودن همیشه دود شده و به هوا رفته. از این جهت ازش به عنوان جمعه سیاه یاد می‌کنم. ولی از طرف دیگه گروه هایی هستن، تحلیل هایی هستن که عمدتاً به عنوان حماسه شکومند ازش یاد می‌کنم. که این هم دو گروه هستن در این سر طیف. یک گروه اونهایی هستن که تصور می‌کنن که یک نهی بزرگ بود به نظام ولایی در ایران که از طرف مردم داده شد با حضورشان. و از طرف دیگه گروهی هستن که نه، اساساً اینا پیروزی رهبری و پیروزی نظام ولایی تلقی میکنن. در هر حال رنج تحلیلی که این رابطه وجود داره رنج گسترده‌ای هست که نمیخوام فعلا وارد این بحث بشم. اما اساساً موضوع انتخابات در ایران سه نوع نگاه یا سه نوع رویکرد وجود داره. یه نوع رویکرد این که اساساً به انتخابات به مسابقه کابوس مینگره که هر 4 سال یک بار تکرار میشه در ایران. نگاه دومی وجود داره که اساساً به انتخابات به عنوان مسحکه و سیرک رژیم تلقی می‌کنند که هر 4 سال یک بار تلقی رخ میده. و تلقی سومی هم وجود داره که اساساً به صندوق رأی به عنوان فرشته رهایی نگاه می‌کنند که اساساً از این نوع نگاه دموکراسی در ایران از صندوق رأی می‌گذرد و اساساً تا اطلاع ثانوی تنها آزمون فیصله بخش در ایران صندوق رأی است. از این جنبه انتخابات که هر کنون از این زوایای مختلفی از واقعیت رو توضیح میدن. ولی اون چیزی که
برای من در این انتخابات مهم بود و مسئله اساسی بود گفتمان امنیت بود که اساساً اون چیزی که باعث شد که مردم دوباره به صندوق‌های پای صندوق‌های رأی بیان و در انتخابات مشارکت فعال بشه باشن. یعنی وضعیتی که حاکم هست در جامعه ایران وضعیت حافظیه، یعنی ترس از جنگ، ترس از تحریم دوباره، ترس از خشونت، بازگشت به عقب، این عامل اساسی بود که باعث شد مردم دوباره برگردن و مشارکت فعال بکنن و مانع به قدرت رسیدن گروهی بشن که دوباره شبه جنگ بر ایران سیطره بیافتن. و به عبارتی میتونیم بگیم که وضعیت حافظی باعث شد مردم به دیویاتان پناه ببرن برای ایجاد امنیت و برای تداوم، یعنی به گفتمانی رای دادن که صحبت صلح، پیشرفت و آزادی میکرد. اما برای اینکه ما بتونیم دقیقاً ببینیم که جامعه چه چیزهایی داره، باید ترندها و روندهایی که در جامعه ایران هست بشناسیم که بر مبنای اون ببینیم که چه چیزی رو بر اساس این ترندها میشه برای آینده پیش بینی کرد. اگر فرصتی باشه من در قسمت بعدی بحث خواهم کرد. فقط خیلی کوتاه لطف کنید بفرمایید که چه شناختی این وسط برای شما توی پروسه انتخابات حاصل شد که قبل از اون تفاوت می‌کرد یا نداشتید این شناختی؟ خیلی کوتاه لطفاً. من فکر می‌کنم مهمترین مسئله‌ای که برای مردم مطرحه و به عنوان نکته کلیدی باید روش تأکید بکنیم مسئله زندگی روزمره است. ما یه شیستی رو می‌بینیم که در هم در مناظرات انتخاباتی و هم تلاشی که می‌شه اصلا صحنه بازی حوزه اجتماعی بود، نه سیاست بود، نه اقتصاد، نه چیزهای دیگه. این نکته مهمیه که اتفاق افتاده، یعنی تحولی بوده که ظرف چند ساله ایران رخ داده. حالا میشه بعد بازسازیش کرد. سلام میگم به خدمت خانم آقایون و صدا هست؟ صدا سلام میگم خدمت خانم آقایون و من به خودم سپاسگزار رادیو زمانه هستم برای این سمینار رادیویی. اگر در سه دقیقه بخوام فرمولش کنم، به نظر من روندهای قانونمند و روشن که زیر پوست جامعه جریان داره در این انتخابات روشن‌تر باشه شد و عبارت دیگر به نظر من هرچی بیشتر عمده تضاد محوری جامعه با حکومت ولایی در شکل البته غیر مستقیم واژگونه بازتاب داده خود حکومت، یعنی خود انقسام حکومت، تقسیم حکومت هم مشخصاً تابع است از تقسیم بندی بسیار کلانی که بین جامعه و حکومت جریان داره و عمرش هم به عمر همین حکومته، هرچی جلوتر میاد اون خودش رو بیشتر شده. محتوای اصلی اون تضاد محوری چیزی نیست جز تقابل حکومت ولایی با مطالبه سکولاریزاسیون کل جامعه. تمام شکاف‌های دیگه به نظر من در تحلیل نهایی زیر این شکاف طبقه‌بندی میشن و این شکاف‌های دیگه سعی میکنن که روی این شکاف اصلی سوار بشن تا آینده رو به سود خودشون رقم بزنن، از جمله دموکراسی یا از جمله جمهوری دیگه. ولی مسئله مرکزی همانا تقابل هرچه فضاینده گسترش یابنده و عمق‌گیرنده جامعه ایست که میخواهد به روز بشه و اتفاقاً که ما گرد مهمان داده زمانه هستیم خواهم بگم که اگر بخواهیم نگاه بکنیم تضاد بین آن نیروی در جامعه که میخواهد نیروی زمانه بشه به روز بشه با نیروی که میخواهد در برابر این وایسه و در گذشته از گذشته با ترضیه کنه. اگه بخوام در همین چند دقیقه بگم این اصلی ترین موضوع که انتخابات خودشون نشون داد، بازم عرض میکنم که طبیعتاً از واقعاً باهایی که این سیستم
به وجود آورده و تحمیل کرده از اونجاها خودشونشون میده. ولی در اصل این تضاده که میدارم میزنه تعافی کنم. در واقع اگر بخواییم تفاوتی رو که شما در واقع سوال اصلیتون بود، شناخت تازهی که از جامعه پیدا کردیم با این انتخابات، من تصور میکنم که بهتره که از تحلیلایی که استادای دوستان دیگه کردن استفاده کنم. اما اونچه که میتونم در یک جمله بگم، نگاه من به این انتخابات نوعی رام کردن اقتدارگرایان سرکش توسط جامعه، جنبش‌های مدنی و مشخصاً جنبش زنان. این پروسه رام کردن امروز و دیروز اتفاق نیفتاده، تاریخچه طولانی داره، ولی من اجازه میخوام که با یکی دو تا نقل قول از دوستان روند این تغییر و این اونچه که مثلا آقای دربوشی بهش گردیسی سیاست مداران حاکم میگه، من بهش تحول جامعه میگم. در واقع دو جور نگاهه، اینکه در این انتخابات سیاست مداران تغییر میکنن، نگاه دیگه اینه که جامعه تغییر میکنه و به هر حال نتیجهش اینه که فشار از پایین موجب میشه که سیاست مداران در بالا تغییراتی میکنن. تیتر مقاله الجزیره که آقای دربوشی توش مطلبی داشت این بود که نوشته بود که این نه انقلاب است و نه یک رفورم، و به هر حال خیلی برمقه، یعنی این جهان رو هم تعجب واداشته. من میتونم بگم که شاید اون انرژی رها شده از تفکرهای سلبی، تفکرهای بنیادگرایانه، از نوع چپ، از نوع راست، این میاد تو جامعه، تزریق میشه، سرازیر میشه، میریزه تو جامعه و بعد نهادهای خودش رو پیدا میکنه، اون نهادهای فرهنگی و مدنی خودش رو پیدا میکنه. اجازه بدید که اشاره کنم به صحبتهای گلرخ جهانگیری. گلرخ جهانگیری زندانی سیاسی دهه 60 در سخنرانی در کانون پناهندگان برلین در باره مقاومت زنان رهایی در زندان‌های، هنر مقاومت زنان در جمهوری اسلامی. من با چند تا فاکت از صحبت‌های خانم جهانگیری در واقع شاید بتونیم بخشی از این دگرگونی جامعه رو ببینیم. تیتر مقاله ایشون تو کیهان فرهنگ، تو کیهان لندن در تاریخ 2 اردیبهشت 96 با این تیتر منتشر شده، هیچ کس نگفت زنده بمان. یکی از در واقع منابعی که ایشون استفاده کرده کتاب حماسه مقاومته، که من دوسته تا از این حماسه مقاومت براتون میگم. یک انقلابی باید کینه طبقاتی داشته باشد. یک انقلابی اگر به حال کینه نداشته باشد، چگونه میخواهد به آینده عشق ببرسد؟ این از حماسه مقاومت. کد دیگه از جزوه مجاهدین خلق در سال 52 راجع به شهید علی میهندوس و مهدی رضایی. درباره علی میهندوس توی جزوه مجاهدین اینطور می‌نویسه. اینا همه نقلیه که گلرخ جهانگیری بوده. من منبع دست دوم دارم استفاده می‌کنم. از علی میهندوس میگه علی مثل هر مبارز راستین دیگر کوچکترین اعمال خود را به نفع مبارزه جهت داده بود. مسائل خصوصی را در راه پیشبرد امر مبارزه فدا کرده بود. وقتی به سازمان مجاهدین پیوست نامزد داشت، اما در سازمان توانست تضاد بین وابستگی خانوادگی و امر مبارزه را به نفع مبارزه حل کند و همه وقت خود را وقف سازمان کرد. آخرین نقل قول از یادنامه رزمندگان شهید شهدای سازمان چریکای فدایی خلق. مبارز انقلابی آنگاه که سینه خود را در مقابل گلوله‌های ضد انقلاب سپر می‌کند، به پاسداری انقلاب برخاسته. او از مرگ خیش آگاه است، ولی نیک می‌داند که مرگ او زندگی انقلاب را غنا می‌بخشد و روح تازه‌ای به آرمان انقلاب می‌دهد. از این رو عشق به خلق و عشق به آرمان چنان وجود او را تسخیر می سازد که دیگر خود را فراموش می کند، زیرا در خلق خیش انحلال یافته است. نقد شجاعانه گلرخ جهانگیری به این در واقع شعارهای
بسیار آرمان‌گرایانه و از جان ایسایگری، او میگه که من 30 خرداد زندان بودم. دو نفر از هوادارهای مجاهدین به ما خبر دادن که امکان اعدام من و یک خانم دیگه که هوادار مجاهدین بوده هست و دوستان به من مرتب توصیه میکردن که وصیت‌نامه‌تو بنویس. گلرخ میگه من قبل از این ماجرا نامه های زیادی نوشته و به بیرون فرستاده بودم، ولی وقتی که گفتن وصیت‌نامه بنویس قلمم خشک شد، هیچ چیز نتوانستم بنویسم. همش میگفتم یعنی چی؟ اما از طرف رفقای سازمانی کلی نامه گرفتم که رفیق جان محکم باش، سوسیالیسم به خون ما احتیاج دارد، ما به تو افتخار میکنیم. هیچ کس به من نگفت که ناراحت هست که شاید من بمیرم. هیچ کس نگفت رفیق ببین میتونی کاری کنی زنده بمونی. خب ما اینها رو داریم. در کنار این ادبیات ما بخش عظیمی، حجم عظیمی از وصیت‌نامه داریم. وصیت‌نامه افرادی که میرفتن جنگ و وصیت میکردن. ادبیات مبارزاتی ایران در دو بخش، یعنی از طریق چریکا و بچه‌هایی که تو زندان بودن به این شکل، و بعد اونهایی که میرفتن جنگ وصیت میشن. هیچ کس وقتی که رفت جنگ تو هیچ وصیت‌نامه‌ای ما ننوشتیم که ندیدیم، نخوندیم. این همه انبوه وصیت‌نامه‌ای که منتشر شد، هیچ کس بشارت پایان جنگ و صلح نداد. همه وعده دیدار در بهشت رو به یکدیگر میدادن. بنابراین جامعه‌ای که نصفشون سربازن، نصفشون چریک، حالا این وسط وقتی یهو میاد میره پای صندوق رأی به یک در واقع نماینده معتدل که نیویورک تایمز نوشت، خیلی هم جالب نوشت، نوشت در روز جمعه وقتی که 75% مردم رأی، اونایی که صاحب رأی بودن، حق رأی داشتن، پای صندوق رأی رفتن توی ایران، ترامپ تو عربستان سعودی داشت واسه ترامپ تو چاپلوسی میکرد بابت داستانهایی که میخواد از او بگیره. خب سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از رسانه زمانه که این فرصت اختیار ما رو داد. من واقعیتش اینه که اگر بخوام بحثی در مورد انتخابات بکنم، چیزی که برای من مهم است این است که این نگاهی که معمولا بعد از انتخابات به خصوص شاید از ذره از 76 شروع شده، یک احساس شگفتی که تحلیلگرا میکنن و مثلا این انتخابات این دوره هم دوباره حداقل به محض اینکه نتایج اومدش این که در ادبیات میدش که دوباره شگفت زده شدن و اینها، من تقریبا هیچ شگفتی در این انتخابات نمیبینم. حالا به لحاظ عدد و رقم میخوام بگم، یعنی میتونم بفهم که ممکنه برخلاف انتظار باشه در بعضی زمینه ها، ولی ما اتفاقا با یک روالی که مشخصا میشه گفتش که در چند سال اخیر بوده مواجه بودیم، و اتفاقا من معتقدم که این انتخابات یک بخشی از اون وزنکشی که طبیعتاً خیلی از گروه ها، جناح ها و گرایشات به سیاسی نوبارش هستن رو به نوعی دوباره انجام داد. و اگر فرض بکنم که نتایجی که دست به صورت کلی اعلام شده تا اینجا درست باشه، ما سال هاست که در اصل جامعه یک جامعه موزاییکی داریم که من حداقل خودم فکر میکنم که ما 4 گرایش عمده رو میتونیم توش ببینیم، و این نتایج انتخابات هم به نظر میاد که دوباره نشون دادش که این گرایش ها وجود داره. اما خب واقعیش که این 4 گرایش نمیتونن خودشون رو به شکل مستقل نشون بدن، به دلیل اینکه امکان حضور 4 گرایش نیست. ببینید نکنید این 4 گرایش به نظر من از یک سر طیف که خیلی نزدیک به قدرت سخت نظام شروع میشه که در اصل این محافظه‌کاران هستن یا اصولگرایان بهشون میگن، بعد از اون اصلاح طلبان اعتدال گرایان هستن که این دوتا در اصل درون نظام جمهوری اسلامی خودشون رو تعریف میکنن و دغدغه حفظ نظام رو هم کامل دارن. بعد از این ما گرایش تحول خواه رو داریم که گرایشی هستش که تغییر میخواد، تغییرات اساسی رو دنبالش هست، اما دغدغه‌اش الزاماً این نیست که حالا نظام حذف بشه یا حفظ بشه. و نهایتاً گرایش انحلال طلب هستش، یعنی اساساً فکر میکنم که تا این نظام هستش تغییری به وجود نمیاد، فایده ای نداره، و این 4 گرایش درست از طیف کاملا نزدیک به نظام تا طیف کاملا دور هست. نتیجه انتخابات نشون دادش که تقریبا یه سری نظرسنجی ها، پیشبینی های، تخمین هایی که زده شده که این 4 گرایش به یک نسبت تقریبا مساوی رسیدن، یعنی با این تخمینش رو هر کدومش 25% جامعه پای بادن، 20-25% یه ذره بالا پایین 3-4% هم، ولی تقریبا هم وزن شدن. این تخمین های بوده که قبل از این انتخابات و
حالا با یه سری نظرسنجی که هم داخل ایران جالب انجام شده، یه سری نظرسنجی که مؤسسات افکارسنجی انجام دادن، هم خارج کشور یه سری کارهایی که انجام شد، پژوهشگر انجام شد. انتخابات نقطه نتیجه اینجوری شدش که 30% به نوعی رأی ندادن، یعنی 70% مؤسس شرکت کردن، 73% شرکت کردن، 3% رأی باطله بود، 70% رأی دادن به کاندیداهایی که وجود داشتن. 30% رو به 37% شرکت نکردن، 3% رأی باطله، 30% در واقع هم که رأی ندادن. 42% به آقای روحانی رأی دادن، از کل واجدین منظورم، 28% هم به محافظه‌کاران یا آقای رئیسی. خب این 28% آقای رئیسی از همون پایگاه 20-25% که خود محافظه‌کاران و سوگران دارن، به علاوه 3-4-5% که معیشت خواه هستن. این معیشت خواهان اکثرا تحول خواه هستن، اما دغدغه اصلیشون مسئله اقتصادیه، نه مسئله تغییرات سیاسی و نه مسئله آزادی بیان اینا. اما اصلش اونجاست که ازشون بپرسید میگن سر به تن هیچ کدومشون نمیخوان باشه، ولی میرن میگن که کدوم اینها ممکنه یه بخشی از دغدغه مثلا مسئله اقتصادی رو بهبود بدهش. قسمت به اصطلاح انحلال طلب که 25% هست که رأی نمیده، تو اون 30% هم هست. بخشی از تحول خواهان هم رأی نمیدن، ولی اون چیزی که هستش در این سال اخیر دیدیم تحول خواهان معمولا خیلی براشون رأی ندادن حیثیتی نیست. و همین جایی هم هستش که اگر احساس کنم که موجی را افتاده میتونن اعتراضی نشون بدن یه بخشی از مطالباتشون رو که بتونن از طریق کاندید اصلاح طلب بگیرن به اون رأی بدن. من سیر انتخابات از اول اردیبهشت تا آخر اردیبهشت با نظرسنجی که بررسی کردم کاملا دیدیم که این 17-15-17% تحول‌خواه در ابتدای اردیبهشت به نظرسنجی ها میگن که ما هنوز تصمیم نگرفتیم، 25% که میگن ما به روحانی رأی میدیم که دقیقا پایگاه رأی روحانی اصلاح طلب اعتدالی راست. این 17-15-17% تا روز آخر تصمیم میگیرن رأی بدن. به همین دلیل هم هستش که اون 25-27% روحانی تبدیل میشه به 42%، دقیقا همین 15% دیگه میشه. این بخشی که هستش این که این دسته‌بندی رو میشه دید. حالا دغدغه‌ای که شاید داره هر کسی مطرح باشه که خودش رو متعلق به کدوم طیف میدونه، تحول‌خواه اتفاق افتاده که هیچ کاری آلترناتیوی جوری که بتونن خودشون رو نشون بدن رو در این سال‌ها نداشته. حتی شاید داره اولین بار هست در این انتخابات می‌بینیم ما یک بیانیه‌ای نداریم از کسانی که میگن تحول‌خواه، شاید بتونیم ببینیم که کیا هستن. خب خیلی همش اسم بردش که قبلا بودش در هر انتخاباتی معمولا یه سری امضا می‌کردن موزه می‌گرفتن، حالا یکی میگفت تحریم می‌کنم، یکی میگفت رأی مشروط میدم، یکی میگفت به روحانی حمایت می‌کنم. الان اگر نگاه کنید در این انتخابات، در انتخاباتی که شما نمی‌بینید یک مثلا بیانیه 100 امضای 150 امضاه غیر از اونایی که از روحانی حمایت کردن از این بخش تحول خواه باشه، یک سکوت عجیبی کردن. خیلی‌هاشون تحریم نکردن، یعنی خیلی اصلا بحث تحریم هم مطرح نکردن، ولی هیچ یه سکوتی بود. حالا این به هر دلیلی میتونه باشه. من نکته آخرم بگم که این بحثی که تو آقای رزاقی گفتن در اصل دیگه اهمیتایی که عباس نکته مهمی که چگونه هستش که اصلاح طلبها تونستن این بخشی از تحول خواهان جذب کنن، و این از این سوال مهمی که برای تحول خواهانی که در آینده رابطه اصلاح طلبها و تحول خواهان چی میشه، آیا بخش پایه رای تحول خواهان دیگه میره کم کم به اصلاح طلبها نزدیک میشه و در اون حذف میشه، یا اینکه نه به نظر میاد که شاید دوباره مثل 84 به دیگری اتفاق بیفته که در اصل تحول خواهان کاملا غرق کردن از اصلاح طلبها و اصلاح طلبها شکست خوردن. این چیزی که این دوره اتفاق افتاد این گفتمان امنیت، گفتمان ترس بود و به نظر من باید اضافه کرد بهش قدرت شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام که شدیداً تونست مخصوصا در تهران، حالا اینا یک دوره بعد صحبت می‌کنم، در تهران 9% ما افزایش مشارکت نسبت به دوره قبل داشتیم که نسبتاً زیاده. دو برابر گفتم اینا که حرف بی ربطی بودش، گفتن دو برابرش مشارکت تهران 9% اضافه شده و این 9% یکی از بیشترین است در سطح کشور. سابقه نداره در تهران اینکه گرفته 9% مردم رأی میدن و اینا اتفاقا هم بخش تحول خواهان چون پایگاه سر اطلاق سر پایگاه ثابت رأی استاد در واقع رأی میدن. این سوالی که در سطح این بحث گفتمان ترس گفتمان امنیتی که اومده و کمک شبکه‌های اجتماعی توی تهران پخش شده به کل کشور شد بشه گفت چگونه داره در اصل برای استاد در واقع کار میکنه و تحول خواهان چگونه میتونه خودشون نسبتشون با استاد در واقع تعریف بکنن، مطالباتشون بگیرن و اینکه پایگاه رأیشون رو چگونه میتونن در اصل منسجم بکنن و حفظ بکنن. در واقع جامعه ایران تقسیم کردیم به 4 قسمت و دوستان دیگه هم در رابطه با نتیجه انتخابات چیزایی رو مطرح کردن. من این رو برمیگردونم باز به شرکت کنندگان در انتخابات، یعنی خود جامعه. یک روزنامه اصلاح طلب توی ایران نتیجه انتخابات رو که الان دوستان اینجا با عبارات مختلفی در رابطه با هم صحبت کردن پیروزی جنبش طبقه متوسط خونده، در واقع توضیحش هم این بود که محمد خاتمی، پیروزی محمد خاتمی در دهه 70 نشان دهنده قدرت گرفتن
نسل اول طبقه متوسط ایرانه. من توی طبقه متوسط در حکومت جمهوری اسلامی به این شکلی که الان هست. و پیروزی آقای روحانی در 29 اردیبهشت، یعنی انتخاب مجدد ایشون، خواست و بیانگر اراده نسل دوم طبقه متوسط ایرانه. از محمد خاتمی رسیدیم به آقای روحانی. آقای ملکی، این تقلیل گرایی طبقه متوسطه یا جای دیگه ای باید برای این مسئله یک تبدیل گرفت؟ بفرمایید. یه کسانی که پاسخ میدن به این سوال، کسانی که بنابرای رو از روحانی حمایت میکنن، میگن که کاری که طبقه متوسط کرده اینه که روحانی محافظه‌کار رو تبدیل کرده به روحانی اصلاح‌طلب. گزاره‌ای که حالا میگن درستی را چه کار ندارم، ولی واقعیت چیه که خب نمیشه تبدیل نظر شما رو. بله، خب همین بحث اینجاست که اول بگم که این بحثی که طبقه متوسط من قبول داره، من همین نکته‌ای گفتم، این گروه تحول‌خواه و گروه اصلاح‌طلب، اینها پایگاه رأیشون و اتفاقا بخش بزرگی از انحلال طلبان، اینها هم بخشی از طبقه متوسط تشکیل میدن. یعنی اون نگاه سنتی که حالا بگیم سنتی مذهبی بودش که احساس میکرد وظیفه تکلیف شرعیشه باید رأی بده، معمولا از قشر روحانی، اون هم کسی که سیده حمایت میکرد، این پایگاه رأی 28% که الان آقای رئیسی آورده، این کششش بیشتر از این نیستش. یعنی به نظر میاد که 25% که پایگاه خودشه، تازه بخشی هم که میگم مسئله معیشت‌خواهی دارن رو جذب میکنه. و بقیه اون گروه این مفهومی نیستش که طبقه متوسط همه به نوعی به لحاظ اقتصادی هم طبقه متوسط هم. ما کسایی داریم که به لحاظ اقتصادی به نوعی وضعیت معیشت خواهی دارن، ولی به نوعی به لحاظ فرهنگی طبقه متوسط هستن، مثل خیلی از معلم ها، مثل خیلی از کارگرا، که اینها اتفاقا بخشی از رأیشون و بیشتر رأی به آقای روحانی هم دارن. این یه واقعیتیه که این طبقه متوسط داره مطالبات خودش رو مطرح میکنه، داره میاد تو انتخابات برای اینکه به اون جناح مقابل نهبگی حمایت بکنه از روحانی. این یک واقعیتی که نمیشه نادیده گرفت. اما این طبقه متوسط در این حال خودش یک پیوستگی کاملی نداره. یعنی مخصوصا بخش تحول‌خواه که میگن حالا بشن میگن رأی شناور، رأی خاکستری که مشروط هم معمولا میاد حمایت میکنه، الزاما از همون 70% که اینجا رسیدیم در بعضی انتخابات کاملا قهرم کرده با طیف روحانی اصلاح طلبان، با طیف اصلاح طلبان، مثل 80% که در اصل بهشون رأی ندادش، مثل مثلا همون شعاری که در دور دوم بین هاشمی و احمدی نژاد هر چقدر روشن فکر گفتن که بیاد به هاشمی رأی بدید، اونا حاضر نشدن رأی بدن. آمار هم نشون میده چون رفتن به احمدی نژاد رأی دادن. این هم از اون چیزایی بودش که میگن اونایی که رفتن ماین رأی دادن دور دوم رفتن احمدی نژاد رأی دادن، این اصلا واقعیت نداشت. این طبقه در اصل درسته که تعیین کننده نتیجه انتخاباته. این چند روز ناپدید دعوای را افتاده که طیف رئیسی و محافظه‌کارا میگن که رأی روحانی کمتر بود، رأی ما 3 میلیون بیشتره، مقلدی کرمانی هم گفتش. این به نظر من اهمیتش به این دلیله که اونها میدونن که اگر نتونن ثابت کنن که رأی روحانی و رئیسی نزدیکتر از این چیزیه که اعلام شده، این چیزی که نتایج گفته، این نشون میده که اونها برای همیشه در انتخابات بازنده. شما وقتی فقط 25% 26% رأی دارید، در هر انتخاباتی که بالای 55% مشارکت کنن باختی. و این مسئله مهمی هستش. این دلیله که طبقه متوسط واقعیتش غالب شده. حالا باید دیدش که جناح محافظه‌کار اون اقلیتی که اکثریت قدرت رو داره حاضر به مطالبات این تنه داره که ممکن باشه 88 دیگه باشه دیگه برخورد کنه. ممنونم از شما. آقای رزاقی، از محمد خاتمی به حسن روحانی، این تقلیل گرایی طبقه متوسط یا باید علت رو جایی؟ من فکر میکنم که در به کار بردن کردن این طبقه متوسط به یک مده دلیل تر عمل کنم چرا که کمی طبقه متوسط اینقدر استعمال شده باید باید توسط دال طبی در اومده. من فکر میکنم اون چیزی که طبقه متوسط فرهنگیه، یعنی حد هم که تحصیل کرده از رفته دانشگاه و کار ما میتونیم یک کلمه طبقه متوسط فرهنگی به کار ببریم که علایقش با سطوح مختلف فرق داره، ولی طبقه متوسط به معنی اقتصادیش و مفهوم مارکسیش ما در ایران نداریم که بتونیم تو مشخص ازش یاد بگیریم. ولی اینکه آیا تونسته این طبقه متوسط فرهنگی در ایران ایفای نقش بکنه؟ بله، فرهنگ‌های بزرگی رو برداشته، گرچه در دوره‌های قبض و بسط داشته این نسبت هستیم، ولی در این حال من متوجهم که یه مقداری نباید خوشبینانه برخورد بکنیم.
ما از انتخابات سال 76 تا سال 96 یه تحولی در پایگاه رأی راست افراطی می‌بینیم. راست افراطی، راست به طور کلی یا اصولگرایان در انتخابات 76 7 میلیون رأی داشتن. که کل اصولگرایان رو نبرد گرفتن، ناطق گرفتن تا گوهای دیگر. ولی در این دوره فقط راست افراطی که اصولگرایان اینا رو راهشون رو جدا کردن مثل آقای داریجان اینها، دوستش 16 میلیون رأی گرفت. من اینو میگم پیشروی آرام راست افراطی در ایرانه که این عنوان یه خطر باید در نظر بگیریم که در آینده میتونه جامعه رو با تحلیلات جدی مواجه کنه که اگر تدابیر اندیشیده نشه و در کنارش به عوامل دیگه توجه نکرد. نکته دیگه که من فکر کنم در این انتخابات بسیار مهمه و تحول ایجاد کرده روستایی شدن شهر و شهری شدن روستاهاست. یعنی اون شکافی که همواره بین روستاها و شهری داشت در این انتخابات رنگ می‌بازه. بنابراین ما می‌بینیم که تعداد رأی آقای روحانی تو 30 سال و 40 سال روستاهاش یا بسیارش روستاهای دیگه در روستاهای دیگه رأی بالاییه. دیگه اون نمی‌تونیم تقسیم بندی یعنی شکاف روستایی و شهری رو مطرح بکنیم و عنوان بکنیم. یکی دیگه از اتفاقاتی که به نظرم افتاده و لازم بهش توجه کنیم اوراق شدن آرمان و شهر هاست که این هم در اپوزیسیون رخ داده هم در خود حکومت که باعث شده که اساساً یعنی از یک جهت اوندم گام بسیار بود مهمیه یعنی سیاست ورزی به سمت عرادات شدن داره حرکت که ما ببینیم در این گروهبندی ها و اعتراف هایی که صورت گرفت کمتر دیگه روی آرمان و ایدئولوژی ها تاکید میشه اینها بیشتر عملگرایانه عمل میشه و تحلیل هایی که ارائه میشه من فکر کنم در مجموع میشه گفت که تحول دیگه هم جنبه مثبت میشه مشاهده کرد هم رونده که در آینده ممکن جامعه رو با بحران مواجه کنه درست؟ در واقع پاسخ من شاید ادامه همونه چون نگاه من نگاه در واقع نگاهی بود که به جامعه داشتم میکردم که آیا بگو چی میشه که حالا طبقه متوسط میاد مثلا چی میشه که خواستها زمینی میشه چی میشه که مثلا از اون همه جامعه دو قطبی ما میرسیم به مسئله حق به شهر و طبقه متوسط در واقع مسئله شهر رو مطرح میکنه حق به شهر رو استفاده از مزایای شهری رو و اینکه مثلا حتی در سال 88 که همگرایی زنان برای مطالبات خواستش پیوستن ایران به کنوانسیون بوده یا برای مثال تغییر قوانین تبعیض‌آمیز حالا میاد مثلا بحث طراحی مبلمان شهری رو میاد رفع محدودیت زمانی برای استفاده از امکانات ورزشی رو میکنه میاد ممنوعیت گشت ارشاد، برچیدن گشت ارشاد رو میکنه در واقع بحث اینه که زیرساخت‌های جامعه مدنی، زیرساخت‌های مبارزاتی در ایران یعنی در واقع جامعه ایران این بلوغ به این پختگی رسیده که همه اون چیزهایی رو که پشت سر گذاشته از مبارزات چریکی، از مبارزات از جنگ، از نمیدونم اعدام ها به این مسئله رسیده و یعنی به اینجا رسیده و ببیشه این که اصولاً بحث انتخابات و بحث رأی یعنی این جنبش حق رأی، جنبش انتخابات جنبشی بوده که از سوی طبقه متوسط شروع شده از زمان مشروطه هم ما این رو داشتیم که در واقع اصلا با صندوق رأیه که مطرح میشه و کی رو مطرح میکنه طبقه متوسط شهری اما این طبقه متوسط شهری در همون سال 88ش هم ایرادی که به جنبش سبز گرفته میشد که این چرا مثلا نشانی از طبقه کارگر ما کمتر توش میبینیم و همون موقع خانم نوشین احمدی خراسانی مقاله توی مجلس فمینیستی نوشت جنبش سبز و شهروندگی طبقه متوسط و کاملا اشاره کرد که بابا چون به هر حال این طبقه متوسط مسائلی رو داره مطرح میکنه بحث انتخابات بحث که میتونه پوشش بده خواستهای طبقات دیگر رو البته که به هر حال چون ما از مسئله حزب نداریم مسئله صنف نداریم این بارش میفته روی دوش جنبش های اجتماعی ولی جنبش های نوین اجتماعی خاصیتا متعلق به طبقه متوسطه منتها تقویت زیرساخت های جامعه و
جاری شدن این گفتمان توی جامعه باعث پیوند، در واقع باعث میشه که طبقه متوسط نمایندگی میکنه خواستهای دیگر طبقات رو، نمایندگی میکنه خواستهای دیگر اقشار رو، وقتی که از مسئله اشتغال حرف میزنه، وقتی از مسئله کارتون خوابا حرف میزنه، وقتی از مسئله سهمیه بندی حرف میزنه. یعنی این در واقع قدمت و این بلوغ در جنبش متوسط دیده میشه. من اینو تقلیل نمیبینم، این به هیچ وجه تقلیل نیست. جریانی که آقای خاتمی در واقع شروع کرده بود میرفت که به یه همچین جایی برسه. البته سرکوب سال 88 یک گسست ایجاد کرد. اون سال 92 وقتی که آقای روحانی میاد، در واقع مردم با یک جور ترس و گمان میان وسط بعد از 8 سال سرکوب، هرچند که به همون موقعش هم به هر حال مسئله حقوق شهروندی رو مطرح کردن و از اون موقع بود که جنبش‌های مدنی یاد می‌گیرن که حرکت‌های اعتراضی و سلبی خودشون رو تبدیل بکنن به حرکت‌های ایجابی، یعنی چیزی می‌خوان نه اینکه فقط نبگن. اون 4 سال اول آقای روحانی با وجود اینکه سرکوب به هر حال بود، مسئله حقوق بشر بود، دستگیری دوستان بود، همین انتخابات پارسال کمپین تغییر چهره مردانه مجلس هنوز بچه‌ها زیر بازجویی و به هر حال مکافات داشتن، اما دوران احیا بود. یعنی این 4 سالی بود که جنبش‌های مدنی داشتن در واقع خودشون رو پیدا می‌کردن که کجا وایسادن، حالا باید چیکار بکنن، و به این نتیجه رسیدن ظاهرا از بیانیه‌هایی که جنبش زنان دادن و اتفاقا همونطور که آقای عمار ملکی هم اشاره کردن، ما با بیانیه‌های تحریم کم مواجه میشیم، به جز یکیش از جبهه ملی بود که جبهه ملی خارج از کشور بیانیه تحریم داده بود اگر اشتباه نکنم، ولی از طرف جنبش زنان ما دوباره بیانیه مطالباتی میبینیم. یعنی کلا طبقه متوسط در این ماجرا، در این 4 ساله با تمام سختی ها، مشخصا تو جنبش زنان دوران احیا و بازسازی خودش رو میگذرونه، حرکت های اعتراضی سلبیش تبدیل شده به حرکت های ایجابی. ما این رو توی بیانیه ها میبینیم، توی خواست شوراها میبینیم، ما میبینیم که وقتی که نمیتونه تشکل ایجاد بکنه میره آویزون میشه به مسئله شوراها. بنابراین نبوغ و پختگی طبقه متوسط چیزیه که گناه نیست، فحش نیست، مثل زمان انقلاب که یه طبقه متوسط شده خورد و بورژواف و نمیتونم زده انقلاب نمیدونم، نه، این یک طبقه است، خواستای خودشو داره، اندیشه خودشو داره، مبارزه خودشو کرده و به هر حال تمام این چیزایی هم که تو تاریخ داشتیم جدا از طبقه متوسط نبوده، چه تو مبارزه چریکیش، چه توی سربازگیری های جبهه های درست فهمیدم صحبت شما رو. اول در واقع 37-38 سال پیش آرمانگرایی یعنی آدم ها یا سرباز بودن یا چریک، بعد اصلاحات رو داریم آقای خاتمی و الان آقای روحانی، این یک روند رو به جلو و منطقی است. این روند رو به جلو و منطقی رو من از یعنی از پایین دارم نگاه میکنم. من نگاهم به سیاست مداران نیست، من نگاهم به جامعه مدار. من منظورم هم آقای کریمی، آقای رزاقی گفتن که در برخورد اون ما مسئله طبقه متوسط بود، ما اصلا طبقه متوسط به مفهوم کلاسیک در ایران نداریم و این اصطلاح طبقه متوسط هم در واقع هم نشوی داخل ایران هم. شما نظرتون چیه و در واقع خوبی خود همون بست؟ من اتفاقا میخوام صحبت آقای رزاقی رو دام دادم، یعنی راست شوخانی مونه میخوام اتفاقشم بدم. این معنی که طبقه متوسط در از نقطه نظر نگاه، فرهنگ، گلوه شهروندی بله یک پایه جدی برای دموکراسی خارج از کشور، سکولاریزاسیون در کشور. اما اصلا تو این نگاه که همه چی رو آدرس میده به طبقه متوسط، توش اصلا یک نوع تحقیر طبقاتی است. اصلا در این نگاه آن بخشی از حرکت کارگری، اون بخشی از معلم هایی که به لحاظ درآمدی که دارن جز لایه های پایین جامعه، اینها رو کجا قرار میده؟ از اون ور در این طبقه متوسط یه بخشی هستن که راندخارن،
از همین سیستم تغذیه میکنن، بهره میبرن، منافع دارن در حفظ این سیستم. ولی بلادش متوسط هم به نظر من این خیلی دقیق نیست. من برمیگردم به همون صحبت اولم، واقعیتش اینه که در بینان با سوال شما مطرح کردیم که آیا تغییر گروه صورت گرفت یا نه. به نظر من جامعه بعد از اینکه در جریان انقلاب احمر زیر گرفته شد توسط هژمونی اسلام سیاسی، طی این 30-40 سال جامعه همون روی اون تفکر و رویکرد شهروندی، رویکرد مدرنیته، این مدام داره تکامل پیدا میکنه، مدام داره جلو میاد. برعکس اینجا ما به یک پارادوکس روبرو هستیم. به دلیل سرکوب سیستماتیک و نهادینه تمام جریانات سیاسی بود، شکل سکولار دموکرات مولیخا کشتن، تبعید کردن، راندنشون در این خلل، واقعیتش اینه که این جنبش اجتماعی علیه سیستم ولایی نمادها و سر خودش را درون خود همین سیستم پیدا میکنه. عبارت باش از اصلاح طلبای دارده را. به این اعتبار شما از وسط از جنبش دو خرداد و آقای روحانی یک چیزی را جا انداختیم صحبتتون، اونم جنبش سبزه. در جنبش سبز این جنبش شهروندی نمادار خودش رو گنجا رسوند که تیپی مثل مهندس میرحسین موسوی نجیب اومد به طور مشخص اومد گفت اجرای بی‌تنازع قانون اساسی. آقای روحانی تقلید یافتر از این چیز بود. اینکه آقای روحانی رو باز ما در این انتخابات دیدیم که زیر پاش داغ شد، این نیروش در اون جامعه ببینیم. برای اون جامعه اعمال نیرو میکنه، اون جامعه اتفاقا از این طریق رأیش هم به گونه حسابگرانه میسنجه و اون برای اینکه بگیره میاد چهره رادیکال خودش میگیره. این رو من بیان که در آقای روحانی ببینم، به تکوین تا کامل آقای روحانی ببینم، در اون دینامیزم جامعه میبینم. به همین دلیلم معتقدم که این انتخابات اگر بخواهم قبل از همون چیز بکنیم، شکست جریان ولایی بود. این جریان ولایی در متحدترین شکل جونده رو برآمد کردن جمعنا تقریبا در انتخابات چند انتخابات باشه و اینها در متحدترین شکلشون مفتزهترین شکست بکردن و اتفاقا تنها شکستشون نبود، اصلا این شکست های اینا زنجیره واره. چی گفته اینا در انتخابات باشه پیروز شدن؟ حتی به نظر من احمدی نژاد بخش نیروی اشاره کردن آقای ملکی نیروی معیشت خواه بود که از ضرر دیده بود از برنامه های نولیبرالی جریان آقای رفسنجانی، این نیرو گرفتن. در دور دومش هم که تلاده بودن که میدونیم بعد این حاصلش هم که دیدیم که خود این چیز احمدی نژاد زیر یه جریان امام زمانی ایرانی در برابر درایت هم به گونی کردن افراد. واقعیتش اینه که ما نگاه می‌کنیم آقای خامنه‌ای اومد گفت که این انتخابات نباید دو قطبی بشه، دو قطبی تر از هر زمان دیگه شد. یعنی همه جا این ولایت شکست می‌خوره، ضربه می‌بینه. تصادفی نیست که کسی مثل علم الهدا می‌بینه که خطر اصلی در مردمه. اینا در مردم خطر می‌بینن، اینا متعلقن واقعاً به اون گذشته، اینا از آینده می‌ترسن، از جمله شبکه‌های اجتماعی همه این چیزا متعلق از جمله انتخابات. انتخابات مال اینا نیست که، انتخابات متعلق به نیروی مدرنیته است. اینا مصادره کردن و الان توش بودن. الان جامعه خوشبختانه به درستی از همین که مال خودشه علیه آنی که ازش مصادره کرده استفاده میکنه. یعنی در یک چنین کانسپتی به نظر من باید مسئله رو دید، اینه که این مدام سیستم ولایی شکست میخوره و هر جریانی در اون حکومت هم تا برست و میخواد به این طرف نزدیک بشه میاد جلو منطقه با تناقضاش و آن یکی مدام میره چی؟ عقب. و این تضاد تشدید میشه، این شکاف اصلی جامعه ماست و از اونجا هم تعیین تکلیف خواهد شد. من یه نکته هم باید شما بگم در مورد شخص اپوزیسیون. ببینید در این که مثلا یک اشاره اول صحبت شد که
جمعه سیاه. من حقیقتش این اصطلاح نشنیدم. ولی خب میفهمم که درسته. ما به ازای داره در بخش اپوزیسیون. ولی چنین نیست که یک طرف اپوزیسیونه. یک طرف باید مردمه. همین اپوزیسیون گرایش ها که درش هست در همون مردم جریان داره. و علاوه این مردم در درون خودش عناصر تکی منفردی رو که در اپوزیسیون هستن به وسعت داره. بنابراین اینها رو اگه ببینیم میتونیم دقیق‌تر به گرایش‌ها متمرکز بشیم تا به اصطلاح پیرایی. آقای ملکی، صحبت شد در رابطه با انتخابات و اینکه در رابطه انتخابات مال این سیستم نیست به گفته یه دوست ما، و به هر حال فکر می‌کنم که ما هر تعبیری از معنا و مفهوم انتخابات در نظام جمهوری اسلامی داشته باشیم، روی یه مسئله میتونیم توافق داشته باشیم که و اون این هست که دوره منجر به انتخابات دوره‌ای که معمولا یک سری مطالبات مطرح میشه و یک فضایی ایجاد میشه. شما در واقع سازنده شکلش رو میتونید در رقم و آوازخونی های بعد از انتخابات یا جریان کمپین های انتخاباتی ببینید. از این فضایی که استفاده میشه شما نیروهای جامعه رو به خصوص تاکید دارید روی تحول خواهان و در واقع این رو هم صحبت کردید که حدود 20% هم اینها در واقع خواستار یک نوع حکومت دیگه هستن. آیا نیروهایی که مطالباتی دارن و در واقع همون نیروهایی که جامعه مدنی بهشون گفته میشه یا اقشار مختلف اجتماعی تونستن در این انتخابات از فضایی که ایجاد شد استفاده بکنن و اینکه مطالبات خودشون مطرح بکنن؟ لطفا کوتاه ما چون وقتمون در حال اتمام. بفرمایید. بله، من فکر میکنم که اصلا یکی از مسائلی که باعث شدش که آقای روحانی هم، اگر یادتون باشه آقای روحانی در مناظره اول و دوم تقریبا نظرسنجی ها و تحلیلگرا بر این باور بودن که ایشون بسیار ضعیف عمل کرد. مناظره اول که ایشون اصلا تقریبا زیر سایه آقای جهانگیری بودش و باز دوباره مناظره دوم هم که باز دوباره بازم ضعیف‌تر بودن. بعد از اون بودش که نظرسنجی ها نشون میداد که یک رنج 55% مشارکت خیلی تکون نخورده و آقای روحانی و طیف اصلاح طلبان میدونستن که اگر انتخابات نیاد به سمت 65% همچنین بخشی که تحول خواه هستن، بله میخوام بگم اگر نتونه این تحول خواهان رو جذب بکنه نمیتونه پیروز بشه. و نظرسن به همین دلیل بودش که اگر یادتون باشه آقای روحانی رفت شروع کردش به تندروی، حتی یه عده‌ای از خود طیف اصلاح طلبش رو تند رفت، آقا 38 سال شما اعدام کردید و اون چیزایی که بالاخره با آقای رئیسی زده شد و بحثایی که اومد مطرح کرد که ما می‌خوام بیایم تحریم‌های غیر رسمی رو بعد بریم بیایم سر تحریم‌هایی که مربوط به سفارت، یعنی این بخشی بودش که اتفاقاً حالا بگیم تحول‌خواهان تحریمی‌ها کسایی در هر صورت نشون داده بودن که هنوز واقف نشدن به رأی دادن به آقای روحانی توی اون نظرسنجی‌ها. به نوعی این مسائل مطرح کرد که آقای روحانی بیاد مطالبات روندری مطرح کنه. بعد مطرح کرد دوباره طی کردیم که این گروه های مختلف اجتماعی با مطالباتی که دارن به جایی که خودشون نمایندگانی داشته باشن و بتونن حرفشون رو بزنن، کاندیداهای ریاست جمهوری چون میتونستن این مطالبات در جامعه وجود داره اینا رو به شعار خودشون تبدیل کردن. مجبور دیگه درست غیر از آقای رئیسی ولی بحث من بیشتر روی خود همون اقشار و گروه هایی بود که باید این مطالبات رو دارن. مطالبات مطرح شد و به خاطر همین هم بودش که آقای روحانی هم به نوعی مطرح کرد. یکی از چیزایی که من آخرین نکته بگم که مطالبه بود که ازشون خواسته شد، مخصوصا با توجه به اینکه آقای رئیسی رو به بحث اون هیئت مرگ نقششون تاکید شد، یکی از بحثی که داشتن که اگر آقای هیئت مرگ بده، خب شما وزیر دادگستری خود یکی از اعضای اونه. ولی چیزی بسیار هم مطرح شده، حتی خیلی از بخش اصلاح طلبان بدنه تو پیش شد درش مطرح میکنن، یکی شما باید در دور دوم مثلا آقای پور محمدی رو دیگه حذف کنی از من فکر میکنم که معمولا برخی از چیزها در ایران صورت سنت دارد. سنت تو مالی رسی سیاه دارم؟ مثل سنت تو مالی رسی، اخیراً هم سنت مطالبه گری مد شد و بسیار مهمه و به نظرم فکر کنم که تحول دید. ولی مهم نیست که ما فقط مطالبات رو بیان می‌کنیم. چگونگی تحقق مطالبات بسیار مهمه، یعنی حداقل از سال
84 که سنت مطالبه‌گری را مطرح شده، ما هیچ پیشرفتی نمی‌بینیم. حتی گاهی اوقات می‌بینیم یه گسست هم وجود داره. مثلا همین مطالبات زنان، اگر شما نگاه به زنان نگاه کنید، ما نسبت به سال‌های گذشته یه گسست می‌بینیم. یعنی ما هیچ تداوم نمی‌بینیم، حتی در بیان مطالباتشون. در صورتی که اگه بخوایم قدرت پاسخگو بکنیم و شفافیت بیاریم در عرصه سیاست اجتماع، نیاز داریم یه مکانیزمی باشه که علاوه بر اینکه مطالبات رو بیان بکنه و یه پیوستگی وجود داشته باشه، سنت پیگیری اون هم باشه. مثلا الان از آقای روحانی بپرسیم که از سال 92 تا 96 چه کاری در حوزه زنان انجام داده، که آیا یعنی خود گروه های زنان بدونن که در چه حوزه پیشرفت صورت گرفته، در چه حوزه عقب‌تر صورت گرفته. در حوزه دیگه هم همینطور، نه تنها در حوزه زنان بلکه در حوزه دیگه هم همین اتفاق افتاده. بنابراین یک نقیصه و یک نقص برمیگرده خود گروه های اجتماعی که مطالبات رو بیان میکنن و یک گروه و به دلیل اینکه این سنت پاسخگویی و شفافیت نیست، در نتیجه راه به جایی نمیره. ما باید یک مکانیزم دیگه ای طراحی بکنیم برای پیگیری مطالبات. ممنون. خانم شجاعی، گسست و عقبگرد در رابطه با عقبگرد مطالبات؟ در مورد مطالبات من میتونم اینو بگم که جنبش مطالبه محور در واقع از سال 88 است. از سال 86 با شروع کمپین یک میلیون امضا شروع میشه، 88 هم میاد. ولی این مطالبات در واقع الان به طور مشخص جنبش های اجتماعی، به طور مشخص جنبش های زنان این رو یاد گرفتن. مطالبه ها مطرح شده، مطالبه ها به گوش اون کسی که میبایست پاسخگوی مطالبات بشه رسیده. الان جنبش ها به اون مرحله رسیدن که برای مطالباتشون باید برنامه های ایجابی بدن و دارن میدن. و در واقع اگر میبینید که مطالبات زنان از دهن آقای رئیسی یا از دهن آقای روحانی یا از دهن خانم ملاوردی در میاد، این بابت کارهایی که جنبش زنان کرده که مطالبه میبرید. ولی مطالبه میبرید تو ابد که ادامه نداره. مطالبات یه سقفی داره، مطرح میشه، تحول پیدا میکنه، شکل عوض میکنه. در مرحله فعلی اینطور که دیده میشه میتونیم به این نتیجه برسیم که جنبش های مطالبه محور برنامه دارن تدوین میکنن. اون دو اون سندی که 180 تا امضای زنان پاشه، دو تا سند در اومده، یکی خطاب به شورای شهر، یکی خطاب به ریاست جمهوری، این دو تا باید اجرا بشه. حضور اون مرد لور معلم اخراجی که قطعا زمان انقلاب دایا وقت جنگ رو میخونده و اسلحه دستش میگرفته، حالا پلاکارد شورا رو دستش میگیره میاد تو شورا، این یاد گرفته. یعنی برنامه رسیدن به مطالباتش رو یاد گرفته. شوراهاست، تشکلهاست، اصنافه، حالا دیگه وقتشه که برنامه بدن. در واقع جای ذره عوض شده به نظر من. حالا هی دارن کاندیداها راجع به مطالبات حرف میزنن، جامعه مدنی داره برنامه میده. اگر آزاد بذارن جامعه مدنی رو، نخوان برنامه های توسعه رو ببرن و دوباره جهت های خودشون رو بدن، جامعه مدنی خودش خوب میدونه. به ویژه جنبش زنان سند داره، 180 تا امضا پاش شده، خواستاش هم کرده، از طریق شوراها، از طریق تشکلها، از طریق شبکه های اجتماعی داره پیش میره. و ما دو جور مطالبه مطرح کردیم. مطالبه دراز مدت، مطالبه کوتاه مدت. مطالبه دراز مدت مطالبه که تو بعد یعنی بطئی حرکتش، تغییر گفتمانه، تغییر مرئی شدن خواستای زنان توی جامعه است. مطالبه کوتاه مدت میگه من وزیر زن میخوام، میگه من نمیدونم میخوام قانون طلاق اینجوری بشه. بنابراین در هر دو صورت یعنی برنامه ریزی داره. تو این دو تا سند شما نگاه کنیم، هم برای برنامه مطالبات دراز مدت، هم برای مطالبات کوتاه مدت. آقای کریمی، گسست در بیان مطالبات از طریق جنبش های اجتماعی و بیان این مطالبات از طریق نامزدها و دولت مردان و دولت زنان اشکال کار بود؟ به من اشکال کار حقیقتش در اینه که که من در من اشکال کردم. ببینید، ما با یه مسئله، با یک تناقض رو برم هستیم. این تناقض چیست؟ تناقضی که اتفاقا جامعه هم در این حال آگاه بشه، ولی آگاهانه بازی میکنه باشه. نمایندگی مطالبات مدرن، دموکراتیک، جمهوریت خواه جامعه شهروندی ایران در شکل حقیقی خودش بازتاب نداره.
به دلیل اینکه این سیستم سیستمی است که غیر خودش رو در مفهوم عام غیر غیر خودش هم در مفهوم خاص مدام سرکوب حذف کرده. این باعث شده که ما میبینیم که آقای خاتمی یک آدم فرهنگی میاد بالای یک مطالبه اجتماعی وسیع قرار میگیره، ولی در این حال همزمان خود آقای خاتمی واقعا دچار تناقض جامعه مدنی و جامعه مدینت و نبی تفسیر میکنه. دموکراسی میشه مردم سالاری دینی. اینها بازتاب و انعکاسات آن تعلقات اینهاست به حکومت دین، حکومت بلایی. و همین در حالی که اگر جامعه آزاد باشه نماینده خودش رو در حالت بی‌تناقض در خود خودش باز تولید میکنه. و همین دلیل ما در اینجا شاهد اینیم که این جنبش اجتماعی با نمادی که پیدا میکنه با همدیگر انطباق این همانی نداره. و همینه که مطالبات جریان داره، مطالبات اصلا قطع نمیشه. به نظر من مطالبات اصلا پایین هم نرفته، منتها هم رده بحث مطالبات پاسخ نمیگیره، چون به اون هسته سفت قدرت برمیخوره، به جاهایی میخوره که دیواره. ولی این در واقع از طریق اینه که اصل قضیه جریان پاسدار سیستم ولایی، جریان میراث‌خوار رو نظر من اسمش رو بذاریم، مولا سبرا، شیخ عبدالله، آخون مجلسی، دوری منظورم سبرایی است. در واقع این جریان این شکست میخوره، مدام داره شکست میخوره و الان شکست خودش از جمله از طریق فرزندانشونه. یعنی فرزندان اینها که به اصطلاح اون نسل اول جمهوری اسلامی، اون همون جریان اقتدارگرا که به نظر من پسیل‌تر درسته تا اصولگرا، چند جریان اصولگرا درش ازشون جدا میشن، نوع حکومت حوزه بوده جریان اقتدارگرا، این حتی فرزندانشون ازشون داره جدا میشن، اینا مدام دارن ایزوله میشن. این ایزولاسیون اینا ما باید ببینیم. و در نتیجه جنبش های مطالباتی وجود دارن، جنبش های مطالباتی و پست نشینی که نیروهای و مؤلفه های مدنی خودشون رو شکل میدن، هر چی دارن که اینا سرکوب میکنن. و این مؤلفه هاست که هر کدومش از طریق یه شاخک دارن تو سیستم ولایی رو به تدریج شکل سیستماتیک در محاصره خودشون میگیرن. و همین دلیل چشم‌انداز جنبش مطالبه محورم در بستر جنبش عام در کشوره. این جنبش عام هم بباید از اینه که این سیستم از این طرف درون میپوسه و از توی جامعه مدنی مدام داره ضربات بهش وارد میشه. تلفیق این پوچیدگی از درون، ضربات از بیرونه که سرنوشت تحولات ایران رو گرم خواهد زد. ممنونم. دوستان آخرین سوال رو مطرح میکنم، اونجا چون ما در واقع وقتمون هم تموم شده، فقط لطف کنیم خواهش کنم توی یک دقیقه به ترتیب شروع کنم. از آقای ملکی به هر حال انتخابات پشت سر گذاشتیم، یا دوستان از جمله با شما صحبت کردیم که چه اتفاق افتاد و بخوام یه نگاهی به جلو بکنیم در 4 سال آینده برای نیروهایی که شما تقسیمشون کردید، تحول خواهان و نفت‌گرایان، یا در واقع کسایی که نفت میکنن حکومت رو، یا به عبارت دیگر هر بیانی بذاریم جنبش های اجتماعی، جامعه مدنی و کل جامعه، ما به جلو خواهیم رفت یا 4 سال دیگه کجا ایستادیم؟ اینکه من پیشونی سن رفته ولی خب فکر کنم بله آقای روحانی باید بالاخره 4 سال سختی رو در برابرش، اگر قرار باشه واقعا مطالبات و وعده هایی که دادن رو واقعا پیگیری بکنن، ایشون در سر اگر بخواد مطالبات رو از همین کابینه جدیدشون میشه دیدش که ایشون چه تعاملی خواهد کرد با قدرت، چجور چگونه به نوعی به رأی مردم پاسخ خواهد داد در برابر نیروهایی که تقریبا اقتصاد و جامعه و سیاست خارجی رو گرفتن، بخش سپاه و بخش نظامیگری که اینا هست، و
ایشون واقعا حاضر باشه نه. ابتدای ایشون اولین واکنش های ایشون که در صورت نگاه تعاملی بوده بیشتر با اون سمت قدرت و این سخنانی که ایشون که مردم جامعه چه خواهد کرد؟ جامعه که در صورت کار بیشتری هم نمیتونه کنه، جامعه متاسفانه در شکل فعلیش که هستش اون کار اصلی که میتونه کنه رأی دادن به این بخش است. اون بخشی از جامعه هم که در صورت مطالبه محور هست واقعا حاضر باشه، بخشی مثل زنان، مثل دانشجویان که واقعیتش که زور زیادی ندارن، یعنی اگر بخوام به شکل خیلی جنبش اجتماعی باشن که سرکوب میشن، اما در صورت جامعه کاری که میتونه بکنه که یادآوری بکنه این مسائل واقع روحانی و از ایشون بخواد، و اگر هم ببینی که ایشون دست این کارها رو نکرده احتمال داره که انتخابات 1400 شاید باز دوری روی گردانی داشته باشه اگر باز دوری فضا فضای خاصی نباشه. باید دید منتظر بودش که تحولات به سمتی میده از الان واقعا چند چیزی نشه بشه. ممنون. یک دقیقه، جامعه چه خواهد کرد در چهار سال آینده؟ منظورم در انتخابات آینده من تصور میکنم که جامعه وقتی با مطالباتش و با برنامه تدوین شده برای چگونگی اجرای مطالباتش میاد به میدون، یعنی این قدرت رو داره که دنبال رأیش بره، پیگیری کنه، همون چیزی که تحت عنوان رأی مشروط یا رأی مطالبه محور به صندوق‌ها ریخته شده. من هنوز نگاهم به شوراها یه چیزی مثل عرصه عمومی که هاورماس میگه، یعنی یه جایی که بیان مردم بدون فاصله گفتگو کنن از مسائلشون بگن. من به شوراها در شهرستانها بیشتر و بیشتر امیدوارم تا به تهران، به دلیل اینکه بافت سنتی، نگاه کد خدامنشی، سنت رفع اختلاف از طریق در واقع یک شورایی که حالا شورای کد خدا بوده، شورای قبیله بوده، شورای هر چیزی بوده، یعنی این چیزا توی اون فرهنگ سنتی وجود داشته، رابطه فاصله دولت و ملت در اون محل صداقت شد، این یعنی کمتره. بنابراین من شوراها برام به نظرم یک راه حلیه که جنبش های مدنی یعنی در واقع دنبال کنن مطالبات خودشون رو. جامعه مدنی داره برنامه میده به دولت، داره تشکل تعیین میکنه، داره میگه من وزیر زن میخوام، داره میگه که من وزارت زنان میخوام، بازم دارم میگم مطالبات رو به دو دسته تقسیم میکنیم، دراز مدت، کوتاه مدت، دو تا سند داریم، فهمیدن که چی رو از کی بخوان، چه مطالبه‌ای رو از شورا بخوان، چه مطالبه‌ای رو از ریاست جمهوری بخوان، چه مطالبه‌ای رو از قوه قضاییه بخوان. تازه جامعه سازوکارای اداره اداره یعنی حکومت یک کشور رو شناخته، داره با این سازوکارا آشتی میکنه. این آشتی در واقع آشتی ملی که میگن باید اتفاق بیفته، من به اونش کاری ندارم، من دارم میگم جامعه آشتی کرده با اون مکانیزمی که مطالباتش پاسخ پیدا بکنه، حالا داره از این استفاده میکنه. و ضمناً یه نکته رو بگم، اینی که من گفتم ما چریک بودیم و سرباز بودیم و حالا رسیدیم به اینجا، این اصلا نفی اون دوره نیست، ما میبایست اون دوره رو میگذروندیم. به ندرت جامعه انقلاب توش میشه ولی هنوز مردمش میان سر صندوق رأی. کجا تو کوبا این اتفاق میفته؟ کجا تو ونزوئلا این اتفاق میفته؟ این به دلیل اون زیرساختای محکمی که ما از انقلاب مشروطه مردم همطوری صندوق رأی رو ول نکردن، پارلمان رو ول نکردن. چیزی بوده که ما امتحان شده، امتحانش رو پس دادیم. به نظر من بازم میگم شوراها، تشکلها، جنبشهای اجتماعی راه جامعه است برای پیگیری مطالباتش، آنچه که گفته رأی مشروع رو گرفت رأی مطالبه. ممنون. در چهار سال پیش رو اون نیروهایی که شما گفتید که فضا ندارن نمیتونن بیان کنن خودشون رو، میرن به سمتی که فضا برای خودشون ایجاد بکنن یا فضا برایشون ایجاد میشه، یا ما همین روندی رو که داشتیم ادامه میدیم؟ به نظر من جامعه پیش خواهد رفت، چون جامعه اصلا با نیستاره و فقط سازمان یافته نیست، به شکل که از سازمان یافته مطالبات خودش رو تحمیل میکنه. اول صحبت هم عرض کردم که من تنازعات درون سیستم رو جدا نمیکنم از تنازع اصلی و کلان جامعه شهروندی، جامعه مدنی با سیستم ولایی و حکومت ولایی. مشخصا در اینجا چند اتفاق افتاد و داره تشدید میشه، جریان اقتدارگرا در درون خودش رو به تدریج هرچی بیشتریه، بحران شادتر میشه، اون بحران در واقع شکست
چشمنداز نداره، خشمگینم، یعنی خشمگینم بودنشون این کافر ماشناسانه شکست اجتماعیشونه، شکست فکریشونه و جریانات مدام از اینا کنده میشم، به این طرف میام با دستور ایستگاه مختلف. من به جامعه خوشبینم ولی در این حال به سکان دارای حکومتیش با شک و تردید جدی نگاه میکنم. ممنون. آقای رزاقی شما بفرمایید. برای اینکه چشم‌انداز ترسیم بکنیم، ما نیاز داریم که حداقل قبل از این کار ترندها و روندهایی که در جامعه هست مشخص بکنیم با آرایش نیروهای اجتماعی که وجود داره. یعنی بدون این ارزیابی و داشتن یک تحلیل مشخص، چشم‌انداز نمیشه مشخص بیان کرد. ولی به طور کلی اگه بخوام بگم، اینه که در 4 سال آینده اگر روند به همین صورت پیش بره، حوزه اجتماعی یه مدار حوزه بازتر میشه و آزادی های اجتماعی مدار بیشتر میشه، ولی در حوزه سیاسی و در حوزه های دیگه اتفاقی نخواهد افتاد. و اگر آزادی هایی که در حوزه اجتماعی بیشتر میشه، نه در حوزه انباشت و قدرت اجتماعی، بلکه در زندگی روزمره اجتماعی. ممنون. اجازه بدیم با همین امیدواری تموم کنیم این قسمت بحث رو. دوستان عزیز، ما سفر می‌ذاریم در اختیار دوستان هنرمندمون و در این فاصله شما می‌تونید چیزی بنوشید اگر علاقه دارید یا بدونید. برگردیم اینجا، میکروفون ها در اختیار شما هست. شما می‌تونید اگر سوالی دارید از سخنرانمون و صحبتی دارید طبیعتاً ما می‌شنویم. بفرمایید. ممنون از شما و ممنون از شما.